شاهد علوی همکارم از واشنگتن دی سی با ما در ارتباط همراه شده. شاهد، عفو بین الملل در این بیانیه بر تداوم سرکوب خیزش مهسا اشاره کرده. دو سال پس از این خیزش، این سرکوب چگونه تداوم پیدا کرد؟ این سرکوب رو میشه در ابعاد مختلفی دید. در واقع اگر من بخوام فهرستوار بهش اشاره بکنم، دست کم میشه به مثلا 7-8 مورد اشاره کرد. نخست اینکه قوانین تدوین شده، مقرراتی تشدید شده که منافی ارزش‌های خیزش زن زندگی آزادی هست. برجسترینش مسئله تحریم، در واقع مقررات تازه برای تحمیل حجاب اجباری علیه زنان هست. در این که از ارزش‌های مهم اون خیزش، حق مالکیت و در واقع اعمال قدرت زنان بر بدن خودشون بوده و حق انتخاب سبک زندگی، نوع پوشش که جمهوری اسلامی به شدت مقابلش ایستاده. مسئله تداوم بازداشت و سرکوب خانواده‌های دادخواه هست. میدونیم که جنبش در تاریخ معاصر، جنبش‌های دادخواهی خیلی در واقع جایگاه بنیادی داشتن در تغییرات پایدار اجتماعی و سیاسی و خانواده دادخواه در بطن این جنبش ها بودن. ادامه داره سرکوبشون، بازداشت میشن، زندانی میشن، حکم میگیرن. در واقع تلاش میکنه حکومت که صداشون رو به شدت سرکوب بکنه. مسئله ادامه سرکوب و در واقع برخورد با فعالین و معترضانی است که به شکلی با جنبش خیزش زندگی آزادی ارتباط داشتن. احکام اعدامی که در بیانیه عفو بهش اشاره شده از این موارد هست. زندانی میکنن، حکم میدن، احکام اعدام صادر میکنن، به این معنا از این رهگذر هم در این سرکوب رو تداوم میدن. مسئله مسئولیت عاملان هست، در بیانیه عفو هم بود. کسانی که در ارتکاب جنایت بین المللی به تعبیر عفو بر اساس مدارک دست داشتن، هنوز در جایگاه خودشون هستن، ارتقا پیدا کردن در دستگاه دولت، در حاکمیت، در دستگاه امنیتی و پلیسی حکومت در جمهوری اسلامی. مسئله افزایش کنترل های رسانه ای هست و البته محدودیت های ارتباطات، اون سرکوبی که در حوزه اینترنت و ارتباطات انجام میشه. مسئله ششم سرکوب رسانه ای هست. عملا رسانه ها سرکوب میشن، صداها سرکوب میشن برای اینکه فضایی از ناامیدی و ترس به وجود بیاد، ترس برای اینکه به هم پیوستن فعالین در واقع مشکل بشه و ناامیدی برای اینکه انگار هیچ تغییری از رهگذر حرکات اعتراضی مردمی ممکن نیست. مسئله بعدی به نظرم خیلی هم مهم هست، مسئله پرونده سازی هست، پرونده سازی امنیتی و سناریو نویسی، به این معنا که داستانهای درست میکنن برای فعالین، برای خونواده‌ها، برای روزنامه نگاران، برای رسانه‌ها، برای هنرمندان، برای هر کسی که در حوزه‌ای به نحوی به این جنبش ارتباط داشته و بازتاب داده، برای اینکه بی‌اعتبارشون بکنن، دعوا بینشون درست میکنن. و مسئله آخر تغییر گفتمان و جعل روایت هست. تصویری که حکومت از طریق رسانه‌اش میده از این واقعیت، از این جنبش زن زندگی آزادی، تصویر جعلی هست و تلاش میکنه این رو از طریق کسانی که ظاهر مشروعی هم دارن، چه در خیابان چه در عرصه بیرون از خیابان، تقویت بکنه. از این 8 تا این کار انجام میده به خاطر اینکه خیزش زن زندگی آزادی عملا در ابعاد مختلفی ادامه داره و حکومت از اون طبیعتا میترسه، میخواد این رو به یک شکلی قطع بکنه و ارتباط مردم رو به لحاظ تاریخی و البته حافظه جمعی با این جنبش از بین ببره. مرسی شاهد. شاهد علوی همکارم از واشنگتن دی سی پایتخت ایالات متحده همراه ما بود.